سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميقي، إن من أركان ديني حجة البيت العتيقي، سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميقي، إن من أركان ديني حجة البيت العتيقي الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إلي سبيلا أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خدمت همه عزیزان و بزرگواران خصوصا عزیزانی که تصمیم و اراده حج بیت الله الحرام را دارن خدمت همه بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته همه شما عزیزان را به برنامه درس های از حج یا برنامه دروس حج خوش آمدید میگویم بدون شک حج یکی از ارکان اسلام و یا از ارکان مهم و اساسی اسلام هست در این برنامه نمیخواهیم پیرامون مسائل فقهی حج و یا مسائل چگونگی اجرای حج و اعمالی که در حج صورت میگیره در این مسائل صحبت نمی شود فقط پیرامون این که ما از این سفر خود چی درس میگیریم در این سفر ما چی دروسی نهفته هست قبل از این که پیرامون درس های حج وقتی یک حاجی حرکت میکنه از خانه خود از راه دور و نزدیک قصد و اراده رفتن به بیت الله الحرام را کعبه معظمه و مشرفه را سرزمین مکه مکرمه را می نماید واضح و مسلم هست احرام می بنده نیت و احرام و تلبیه و تواف و صفا و مربب و منا و عرفات و مزدلفه و زبح و این مسائل را اجرا میکنه حالا در هر یک از اینها دروسی نهفته هست قبل از اینکه بریم به سراغ دروس این اعمال و این اجرای مراسم باید از اینجا شروع کنیم که وقتی که تو عزیزی که عازم این سفر مبارک می شوید و سالها هم گفتید که من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم حالا باید در قدم اول این را بفهمی و بدانی که من سالها گفتم ملت از ابراهیم خلیل الله دارم ابراهیم کیست؟ ابو الانبیا نقش ابراهیم علیه السلام جایگاه ابراهیم علیه السلام در سرزمین مکه چی جایگاهی داشت؟ و نقش ابراهیم علیه السلام والسلام چی بود و این که تو عزیزی که پای خود را در جای پای ابراهیم علیه السلام و و خیلی از انبیاء علیه السلام و السلام خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم میگذارید گذارید حالا باید اول ابراهیم علیه السلام را بشناسیم ابراهیم علیه و السلام وقتی میگیم این را بشناسیم باز هم بحث ما پیرامون این نیست که ما بیاییم سیره ابراهیم علیه السلام را بیان کنیم کی بود چگونه تولد شد چگونه رشد کرد چون بحث ما دروس حج هست حالا برادر و خواهری که عزم و اراده این سفر مبارک داره و سالها هم گفته من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم ابراهیم علیه و والسلام با حج چی ربط و ارتباطی دارد در دار قرآن وقتی که نگاه میکنیم قرآن اشاره میکنه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین اولین خانه ای که الله سبحانه و تعالی بنا کرد و در اینجا در این خانه فیهی آیات بینات در اون نشانه های است نشانه های واضح و آشکار فیهی آیات بینات مقام ابراهیم الله از کعبه سخن میگوید باز هم نام ابراهیم میآید. علیه السلام. وقتی حاجی تواف میکنه بازم در ذهنش خطور میکنه که فیهی آیاتم بینات مقام و ابراهیم توافش تمام شد حالا دروکت نماز واجب بعد از تواف که خوانده میشه باز هم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى بازم نموزیک بعد از طواف خوانده میشه الله سبحانه و تعالی میگه شما از به اصطلاح پشت مقام حضرت ابراهیم یعنی يعني مقام ابراهیم علیه الصلاه والسلام و کعبه پیش روی شما باشه بازم بحث از ابراهیم علیه الصلاه والسلام وقتی نماز هم تمام شد انسان تواف کرد بعد از نماز خواند می آید طرف آب زمزم و این آبی که بدن پیرامون دروسی که در نوشیدن آب زمزم نهفته هست در برنامه بعدی انشاءالله بیان خواهد شد باز هم وقت نوشیدن آب زمزم انسان به یاد ابراهیم و خانواده ابراهیم علیه مسلط و السلام میفته صفا و مروه باز هم این صفا و المروه شعائر الله باز هم به یاد ابراهیم خانواده ابراهیم به هر حال حتی در مراسم دیگری که اجرامش در منا و عرفات و مزدلفه خصوصا در منا به یاد ابراهیم و خانواده ابراهیم علیه السلام والسلام پس این را دانستیم که ارتباط ابراهیم علیه السلام والسلام با سرزمین مکه مکرمه یک ارتباط تنگ تنگ ارتباط نزدیک که الله سبحانه و تعالی این ارتباط را برقرار کرده بین مکه مکرمه و شعائر اسلامی که در آنجا هست و بین ابراهیم و خانواده ابراهیم علیه الصلاة والسلام. و السلام حالا تا اینجا خلاصه و فشرده دانستیم که ارتباط ابراهیم علیه الصلاة والسلام با سرزمین مکه مکرمه ابراهیم علیه صلات و السلام با این سرزمین ارتباط داره و من و شما ارتباط داریم با ابراهیم علیه صلات و السلام که میگیم ما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم پس باید بفهمیم این ابراهیم علیه صلات و السلام این جایگاه را از کجا کسب کرد و ما که سرباز مکتب ابراهیم علیه السلام هستیم از این سفر چه دروسی میگیریم؟ قرآن ابراهیم علیه السلام را با او اوصافی که داره و ما بیان میکنه ما باید اوصاف ابراهیمی و شعار ابراهیمی باید در زندگی ما پیاده بشه او اوصاف چیست؟ و او شعائر چیست که الله بیان میکنه ان الله بعد از یک میان برنامه اوصاف و او شعار ابراهیم علیه و السلام که از اعماق دلش سرچشمه می بیان میشود با ما باشید مجددا خدمة هما زيزان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أرجوختي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن و وإن قرب منزلة بنزل الله سبحانه وتعالى، إن قرآن مي فرماید ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يهودي هم نبوت نصراني هم نبوت بل كي حنيف بوت تسلیم تسليم پروردگار عالم بوت حنيف شي معنى؟ حنيف إنك همية شرك خرافاتو و بدعات را پشت سر گذاشتن و حرکت کردن رو به طرف توحید و یکتاپرستی و به دست آوردن رضایت الله سبحانه و تعالی حالا تو عزیزی که و تو کسی که و تو حاجی که تو خواهر و برادری که این عزم و اراده را داری باید که وقت طرف این سرزمین حرکت میکنید نگاه کنید که ابراهیم یهودی نبود نصرانی هم نبود نگاه کنید که یهود اوصاف خبیسه و رزیله داره باید اوصاف یهود از, از زندگی ما از دل ما از, از فکر ما باید دور بشه از جمله اوصاف یهود بخل و کینه و بغض و عداوت و دشمنی و حسادت و حب دنیا و حب مال و حب جا و زندگی دنیا را ترجیح دادن بر آخرت ابراهیم علیه و السلام چنین نبود حالا وقتی که حرکت می رو به طرف سرزمین که در آنجا ابراهیم علیه السلام و قدم زده ابراهیم علیه السلام و نقش داشته ابراهیم امام موحدین امام الانبیا علیه السلام و ابو الانبیا خلیل دوست پروردگار عالم پس درسی که ما از این سفر در ابتدا میگیریم ما باید ابراهیمی واقعی بشیم اعمال ما اعمال ابراهیمی بشه توحید ما یکتاپرستی ما همه اینها باید رنگ و بوی از ابراهیم علیه السلام داشته باشه ابراهیم علیه السلام وقتی میبینیم فلما جن علیه اللیل را کبا قال هذا ربي ابراهيم عليه الصلاه والسلام سترى هرديت گفت إنها إنها پروردگار هست نه اینا پروردگار نیست اینا وفول ميكونة إنها از بین میره قمر اردیت ديت, ديت كإنهم این هم پروردگار فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر خورشید اردیت گفت إن از همه بزرگتر إن پروردگار هست اما وقتی دید که این هم افول کرد این هم غروب کرد این هم از بین رفت روشناییش ناپدید شد گفت نه اینها پروردگار نیستن اینها لیاقت این را ندارن که اینها سجده بشن چی گفت ابراهیم علیه السلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام قفت اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض هم توجه من طرفون ذاته كي خالق سمين واسمان ابراهيم عليه الصلاه والسلام گفت ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ابراهیم علیه و والسلام گفت که نماز من حج من حیات من و ممات من همه برای خداست همه زندگی من همه عبادات من آن ذاتی که لا شریک له شریکی ندارد مثل ندارد مانن ندارد ابراهیم علیه الصلاة والسلام بطه را شکست ابراهیم علیه السلام والسلام ذات یگانه را درست شناخت پس درسی که ما از این سفر میگیریم وقتی نیت و اراده حج را در ذهن و فکر ما پیدا میشه ما باید به این فکر باشیم که ابراهیم علیه السلام والسلام چگونه ارتباطی با سرزمین مکه داره؟ بسیار ارتباط نزدیک و ما با ابراهیم علیه السلام و السلام چگونه ارتباط داریم؟ خیلی نزدیک ملت از ابراهیم علیه السلام و قرآن ابراهیم را برای ما اصوه معرفی کرده ابراهیم علیه السلام و السلام اصوه هست برای همه ما پس ما باید شعار ما شعار ابراهیمی بشه فکر ما فکر ابراهیمی بشه اندیشه ما اندیشه ابراهیمی بشه ابراهیم علیه السلام و السلام مطالعه کنیم ابراهیم علیه السلام و السلام سیرتش را بخوانیم ابراهیم علیه السلام و السلام در تمام ارسها شما قرآن را وقتی ببینیم الله سبحانه و تعالی چنان وصفی از ابراهیم علیه و السلام چنان وصفی از خانواده ابراهیم علیه و السلام چنان وصفی از این شخصیت داره چون ابراهیم علیه همیش بط و السلام همیشه مبارزه میکردن با بت و بت با شرک و خرافات ابراهیم علیه و السلام قربك بنزد الله سبحانه وتعالى تعالی پیدا کردند به اینکه موحد بودند یک تا پرست بودند و این شعارشان بود که انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا و انا من المشركين در جهای دیگر میگفتند انی بریئم من بزار از شرک بیزار هستم اعمالی که آلوده به شرک باشه بیزار هستم از اعمال و عباداتی که رنگ و بوی مشرکانه داشته باشه حنیف بودن پس باید همه ما حنیف باشیم همه ما باید شرک و خرافات و بدعات را پشت سر انداخته و حرکت کنیم به طرف توحید و یکتا پرستی و عقیده صحیح و سالم به هر حال خوشا به حال تو خواهر و برادری که عزم و اراده حج بیت الله الحرام را دارید تو کسی که در دلت ذوق و شوق حرمین شریفین هست پس درس اولی که ما از این سفر میگیریم باید زندگی ما و اعمال ما رنگ و بوی ابراهیمی داشته باشد پروردگار عالم به همه ما توفیق بده که همان گونه که ابراهیم علیه الصلاه و السلام تمام اعمالش خاص به خاطر الله بود الله اعمال ما را هم خالصانه و مخلصانه بگرداند همون طوری که ابراهیم علیه السلام و مبارزه می کرد با شرک و با مشرکین و با اهل بدعت و اینها ما هم راه ابراهیم علیه السلام و را داشته باشیم ما هم مبارزه داشته باشیم ما هم با شرک و با اعمال شرکانه با بدعت و با اعمال که رنگ و بوی بدعتی داره ما هم مبارزه داشته باشیم چون ما میگیم در مکتب ابراهیم وقت اجتماع بزرگی که در مکه مکرمه در اونجا همه جمع می شوند شاید در کشورهای مختلف یکی بگه من شافعی ام یکی بگه من مالکی ام یکی بگه من حنیفی ام یکی بگه من حنبلی ام فلانم, فلانم و فلانم و فلان وقتی در مکه مکرمه همه که جمع می کسی نیست که بگم من ملت از ابراهیم علیه السلام ندارم همه میگن ما ملت از ابراهیم داریم همه میگن که ما شاگرد مکتب ابراهیم علیه السلام هستیم پس باید ما دروسی که از این سفر میگیریم اینه که ارتباط ابراهیم علیه السلام با سرزمین مکه و وارتباط أمّة إسلامي بإبراهيم با عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى هميّ مارا را پیرو إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبي مكرّم إسلام هزرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم داشته باشه تا إنك وقت ما إن بزرگان را براي ما و ما خوشبخت دنیا و آخرت هستیم اگر از این بزرگان جدا شدیم و اعمال ما سرچشمه از قول و گفتار و کردار این بزرگان نبود به پیشگاه الله ارزش نداره پروردگار عالم ما را در خط و مش ابراهیم علیه السلام برای همیش ثابت قدم داشته باشد تا برنامه بعد که باز هم پیرامون درس های حج هست همه شما را به خدای یگانه می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات سرتو و الشوق طریقی من فج نعمیقی این من ارکان دینی حجت البيت العتیقی سرتو و الشوق طریقی جئت من فج عميق ان من اركان ديني حجه البيت العتيق